بله بله شما لطف کنید اولا من بذارید عکس این کتابتون رو اینجا دارم، دوستانم میتونید گوگل کنید این کتاب رو، قسمت اول برنامه بهتون نشون دادم دوستان، کتاب بحث برانگیزیه، ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. بهتون گفتم از همون تیترش که میخونید، یعنی اینکه ایشون باور داره این انقلاب بوده، باور داره این انقلاب اسلامیه و باور داره که یه سری در دنیا دارن دسیسه میکنن که اینو خودشون توضیح میدن. ولی ما سوالاتی رو که اون روز نوشته بودیم متاسفانه نتونستیم، فکر کنم به 7 تاش بیشتر پاسخ ندادیم. یکی از اونا اینه که شما میگید دین اسلام و خط و زبان عربی در ایرانیان بر ایرانیان تحمیل نشد و باور دارید قبل از اسلام هم کتابی نداشتیم. پس شما لطف کنید به ما بگید اون عظمت پیش از اسلام که تعریف میکنن یا تمدنی که میگن به نظر شما دروغه یا یه چیزی بوده اینا زیادیش میکنن، به اصطلاح اغراق میکنن؟ یه مقداری در این مورد توضیح بدید. چشم روشن. چشم، خدمتتون عرض میکنم. ولی اگر اجازه بفرمایید آقای سوربی، چون در آستانه پیروزی انقلاب هستیم، من فکر میکنم مهمتر باشه که یک قصیده تقدیم حضورتون بکنم اگر اجازه بفرمایید، و بعد جواب سوال رو میدم. چشم، بفرمایید. این فردوسی تو شاهنامه صحبت از دو تا شخصیت میکنه به نام جانوسیار و ماهیار که به داریوش سوم خیانت کردن و او رو کشتن برای خوشرخصی برای اسکندر. قاآنی در قصیده ای اسم از این دو نفر میاره، مطلع قصیدهش اینه که رسم نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید دل برداشتن، ناجوان مردیست چون جانوسیار و ماهیار، یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن. من در استقبال از این قصیده قاآنی قصیده رو به این خاطر گفتم، خدمتون عرض میکنم. خوش بود حب وطن در جان و در سر داشتن، جان و سر اندر ره جانان دل برداشتن، قله های کوهساران قامت رعنای دوست، سر بلند البرز و هم الله اکبر داشتن، آب دریای خزر خرم خلیج فارس را، قشم ابو موسا و توم با هنگ بندر داشتن، در کویر لوت و صحراهای خشک اندر مشام، بوی ایران را چو مشک و عود و عنبر داشتن، هرمزگان و بلوچستان و آذربایجان، اردبیل و یزد و بویراحمد معطر داشتن، خاک خوزستان و کردستان و هم مازندران، بختیاری گلستان بوشهر محشر داشتن، چون خراسان فارس ایلام و زنجان لرستان، همچو گیلان و چه سمنان ماه منظر داشتن، همدان همسایه کرمانشاه و قزوین چنان، مرکز و تهران میان نقشه زیور داشتن، خاک خرم شهر خونین پاک از صدامیان، توتیای دیدگان کل کشور داشتن، بختیاری ترکمن قشقایی و کرد و بلوچ، ترک و فرس و لور عرب چون مشت از فرداشتن، از سپاهانم گز و خرماز بم صبحان قم، زیره کرمان گلاب و عطر غم سرداشتن، کوروش و آن لوحه اعلامیه حق بشر، برتر از هر لایحه مکتوب دفتر داشتن، نام ذوالقرنین همان کوروش به قرآن آمده، برتر از مارکس و هگل دانته و سارتر داشتن، تخت جمشیدی مجلل یادگار باستان، آسمان فخر ایران را منور داشتن، چند گویم
استولوژی الگوریتم و افتخار چرخ و چنبر داشتن، بو علی سینا زکریا و نصیر الدین طوس همچو خیام و سرخسی بر سر افسر داشتن، حکمت بو نصر فارابی ارسطو را گذشت اهل موسیقی معلم هم مفسر داشتن، از زمان فخر رازی و غزالی تا کنون سهروردی شیخ محمود شبستر داشتن، در زبان انگلیسی هم نشان از ما بود الگوریتم الجبر و الکل جمله گوهر داشتن، طول تاریخ و زبان شکرین پارسی از برای توتیان چون شیر و شکر داشتن، طاهر اوریان و خاقانی سنایی انوری الله الله از زمین تا دب اکبر داشتن، همدم سعدی و فردوسی نظامی مولوی از کف حافظ یکی جرعه به ساغر داشتن، اعتصامی مهستی خود رابعه بنت کعب بانوان اندیشمندانی سخنور داشتن، در گلستان ادب شیرین سخن صاحب دلی اهل عرفان شهریار ملک خاور داشتن، خسرو و شیرین و جبری و حجاز از او عطا تا همایون لیلی و مجنون و ششتر داشتن، تار شهنازی نیستان کسائی صوت تاج با شجریان و قمر اقبال آذر داشتن، خط عباسی و نقاشی غفاری که خوش زینت تاریخ و اوراقش مصور داشتن، لطفعلی خان و شهباس و وکیل خان زند پور صفار و جلال الدین و سنجر داشتن، بهمن و جمشید جم طهمورث و کاووس کی همچو سهراب و سیاوش سال و نوذر داشتن، رستم و گودرز کشواد و فریبرز دلیر بیژن شیروژن از جیو دلاور داشتن، کشتی طوفان زده را ناخدایی مقتدر مرشد کامل شه اسماعیل و لنگر داشتن، عیسی و موسی و زردشت و محمد نور حق جلوه نور خدا را در پیامبر داشتن، مملکت را تاج عزت چون همایی بر سر است شاه خوبان شیر مردان همچو حیدر داشتن، دشمن میهن گهی عثمانی و گه روسیه پوستین دوزی دلاور همچو نادر داشتن، انگلیس و روسیه در زحمت از قائم مقام در دو چشمانشان تو گویی خار و نشتر داشتن، در کنار شاه ظالم دوره قحط و رجال جان به کف میرزا تقی خان را مقدر داشتن، جنبش آزادگی از اصل تاریک قجر مجلس شورای ملی از مظفر داشتن، قامت ستار و باقر میرزاده فرخی در دل تاریخ چون سرب و سنوبر داشتن، روح کوچکان و پسیان و خیابانی در اوج نزد یزدان شاد و پرزان چون کبوتر داشتن، طرف دشتستان و تنگستان منور اختری روشنایی بخش ایران نور اختر داشتن، در تمام مجلس شورا وکیل از اصفهان یک نفر همچون مدرس یار و یاور داشتن، لاله ها در لاله زاران وطن چون کربلا از حبیب ابن مظاهر تا به اصغر داشتن، در سحرگاهان شوم سوم شهریوری شاه بختی ها و بایندور مکرر داشتن، در ترازوی شرف یک کف خون فاطمی نفت ملی را به حق در کف دیگر داشتن.
امروز و شفق روبروی چپگرایان و چلنگر داشتن، در کنار قائد اعظم شجاعان بزرگ همچو بازرگان صحابی و فروهر داشتن، خانه افشار بستن نیمه خرداد مه، دشمن از 22 بهمن به شش در داشتن، انقلاب ملت ایران شگرف و باشکوه، کاسب و عامی و عارف پشت رهبر داشتن، پهلوی و طالقانی خیبر و راه علی، کندن جانانه ایزان درب خیبر داشتن، حمله صدام تحریک اجانب بود و بس، کل ایران روبروی خصم کافر داشتن، میهن ما همچو ققنوسی که از خاکسترش سر برآرد گاه و گه حکم سمندر داشتن، سید تیر دشمنان صیاد شیرازی چنان در میان خون خود آوخ شناور داشتن، سنگ آماده برای دفع دشمن در دو کف از کویر و جنگل و از دره سنگر داشتن، زیر چرخ تانک دشمن نوجوان فهمیده را در بهار زندگی چون غنچه پرپر داشتن، آهتا جانو سیاران ماه یاران را ببین، یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن. آقای سوربین رو تقدیم حضور میکردم به مناسبت انقلاب و مخصوصا خواستم ذکری از جانو سیاران و ماه یاران بکنم که متاسفانه ما جانو سیار و ماه یار هم در تاریخمون خیلی داشتیم و هنوز هم خیلی داریم. و اما سوالی که فرمودید، ما تمدن داشتیم، فرهنگ داشتیم، من اینا رو منکر نیستم، تاریخمونه، هرچه هست، شاهان ظالم هم داریم، ستم شاهی هم داریم، امروز ستم شیخی هم داریم، همه رو داریم، اینا تاریخ ماست. تنها چیزی که من تأکید میکنم اینه که ما کتابی نداشتیم که بگیم عربا ستوندن، این یه داستان ساختگیه که بر ما تحمیل کردن، متاسفانه خیلی ایرانیام ساده لوحانه پذیرفتن که یک دشمنی ساختگی درست بکنن، عرب و عجم رو هم بندازن و آب و یه لالود بکنن، ماهی بگیرن. نمیدونم صدای من میرسه به شما؟ بله بله رسید، خیلی ممنون. فقط این اشکال ما اصلا زد سیستممون رو الان دیگه کاملا داغون کرد و من از شما میخوام که این برنامه سوال و پاسخ رو بذاریم هفته آینده، چون مطمئنم الان با این شعری که شما خوندید، با وجودی که الان قشنگ توضیح دادید، گفتید شیخ ستمی و اینها، ولی بعضی از دوستان ما آقای مهران نژاد نمیدونم یا گوش نمی کنن یا نمیشنفن، یه چیزی یه جایی خرابه. این آقای حسیبی اون وقتا میگه یه چیزی یه جایی گفتم یادم بیاد بهتون میگم. ما میگم من برات یه توضیح بدم. بفهم. یه توضیح بدم کجا کار خرابه. بفهم. چون شما مشق تار هم کردی، خوبی نکته رو متوجه میشید. یه آشنایی ما داشتیم حدود یک قرن پیش متولد شد و خیلی عاشق موسیقی بود، از همون زمان تولد، زمانی که زبون به حرف زدن در آورد آواز میخوند، در 12 سالگی از پدرش خواست که یه تار براش بخره و سر خود همینجوری تار زد و تار میزد، تا اینکه سالها بعد گزارش افتاد به تهران و رفت پیش استاد بزرگ تار علی اکبر خان شهنازی که حتما معرف حضور هستنیشون. عرض شد مرحوم شهنازی به ایشون میگه که خب یه پنجه بزن ببینم، ایشون هم شروع میکنه سگاه رو زدن و یه خودی که میزنه شهنازی بهش میگه خب وایسا وایسا، کار تو مشکل تر از اوناییه که هیچی بلد نیستن. گفت چطور؟ شهنازی بهش میگه هر چی تا الان زدی باید فراموش بکنی، از صفر شروع بکنی. این حقیقتیه. این دوستان عزیزی که با شما تماس میگیرن این مشکل بزرگ را دارن، من حقو بهشون میدم. یک پیش زمینه های غلطی، یک رسوبات نادرستی تو اذهانشون هست و خیال میکنه اینا درسته. اینا باید اول بفهمن که بابا این چیزایی که به من گفته شد من خیال میکردم، اینا تصور میکنن که مثلا من این دروغا رو نشنیدم. آقای سوری عزیز،
من 7-8 سالم بوده و 60 سال پیش این دروغا رو میشنیدم. منتها تفاوت من با این هموطنان عزیز اینه که من نپذیرفتم اینا رو، گفتم بذار برم دنبالش ببینم حقیقت چیه. اینقدر از چپ و راست برای خود من ایمیل میاد، چه میدونم واتساپ میاد، توی فیسبوک یه مطالبی میاد من رو میخوان ارشادم بکنن. خیلی جالبه، به خاطر اینکه پیش‌زمینه‌های غلطی دارن و خیال میکنن این غلطایی که میدونن درسته. چرا؟ به خاطر اینکه استادانشون هم همینجوری ناآگاهانه. من برای خیلی مطلب خیلی زیاد دارم میتونم برات بگم، حالا نمیدونم چقدر فرصت هست. نه اجازه بدین ما اینو موکول کنیم به هفته آینده، ولی خیلی خوشحالم که آقای اردشیر شیخی از ایران نوشتن سلام به شما و به مهمان سخنورتان. بعد این شعری که شما خوندید من فکر کنم قبلا هم تو رادیو یه بار خونده بودید، خیلی قشنگ و جامع. اگه لطف کنید اینو به صورت نوشته کامپیوتری برای من بفرستید که من روی فیسبوک بذارم، یا اگه طولانیه بذاریم یه جایی لینکش رو بذاریم که دوستان مثلا همون راجب این اقوام و راجب این قهرمانایی که شما گفتید، باور کنید من اصلا خیلی هاشو نمیدونم، خیلی هاشو نمیشناسم، چون نگفتن برامون نه شنیدیم. من امروز به یک بحث خانم دکتری گوش میدادم، ایشون داشت راجب این سر بریده در اهواز صحبت میکرد، بعد رسید به اونجایی که این به اصطلاح قانون سر بریدن و مصلح کردن اینها، گفت که بله این مصلح کردن. خب ببینید اگه ندیده باشه یه جایی نشنیده باشه نمیشه ازش ایراد بگیریم. بعد یه جایی یه نفر نوشته، این نوشتهشو خودش خونده و درست همون چیزی که شما گفتید، اون دوست یا فامیلتون که تار میزد حالا باید برگرده، تازه کارش سخته فراموش کنه اونا رو. من به دلیل اینکه مشکل فیسبوک هم داریم سعی میکنم هفته آینده اولا بین دوتا برنامه حتما با شما تماس بگیرم و روشن بذارم فیسبوک رو، دیگه خاموش روشنش نکنم، تا بتونیم صحبت کنیم، یا اسکایپ و زوم و یکیش را بندازیم که بهتر، چون شما هم تو کارهای فنی بودید و اینها. این رو واقعا حیفه، دوست دارم بیشتر شما رو داشته باشیم. من میتونم بگم حدود 20 تا سوال هست که خودم و دوستان و همین مال فصلهای مختلف کتابتون هست، ولی میخوام جامع و سر حوصله با هم صحبت کنیم. در صورت من از شما ممنون و متشکرم. آقای زمانیان هم از ایران اینجا هستن، آقای سبا تبار از کانادا اینجا هستن، دوستان از آلمان اینجا هستن و حیف شد که امروز اینجوری، ولی خب از طرفی خوشحالم که شما آمدید و این شعر رو گفتید، نشون میده که شما هم تحقیقات کافی و وافی دارید، هم از لحاظ ادبیات فارسی هم به اصطلاح میدونید چه چیزی رو کجا باید گفت و کجا باید نوشت. من از این بابت خیلی ممنون و متشکرم از شما. بازم اگه صحبتی دارید برای امروز بفرمایید، اگه نه ما هفته آینده این قول رو به دوستان بدیم که با شما باشیم و بیشترم باشیم که جبران امروز هم بشیم. حتما با کمال میل در خدمتون خواهم بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان و رفقایی که فرمودید. چشم با کمال میل در خدمتون خواهم بود. موفق و معید باشید. خوش من ممنونم از شما و ببخشید به خاطرات به خاطر این اشکالات فنی. خواهش میکنم، مسئله ای نیست، خدا نگهدار. مرسی، خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای مهدی مهران نژاد بودیم. از شما هم عذر میخوام که این مسئله اینجوری شد، حتی میبینید اصلا بعد اون برنامه تصویر من رو به اصطلاح قطع کرد، چی کرد ثابت نشون میده و اینه دیگه، این تکنولوژی یه جاهاش کمک میکنه به آدم، یه جاهاش میبره ما رو. به همین خاطره که میگیم یاد اون دوران بخیر. الان اینجا باورتون نمیشه تو این سیستم اینوری تمام تصویر تمام دوربینا داره کار میکنه، ولی یه دونه تصویر از من گذاشته، همین که دستن به دهان گرفتم و تعجب میکنم از کار دنیا. در هر صورت برگ سبزی بود، تحفه درویش، و هفته آینده روز یک شنبه با شما خواهیم بود. حالا اگر برنامه جور شد و این دوستانی که هر کدومشون یه عقیده و یه نظری دارن، اونا هم یه روزی به این نتیجه رسیدن که خب بابت حرفشون بابت وقت یه هزینه‌ای بدن، صداشون رو به گوش دیگران برسونن، شاید برنامه‌های بیشتری داشته باشیم، ولی فعلا وقت آن است که بگوییم به امید دیدار روز روزگار بر شما خوش.